شیشی هفت ماه که حالا تموم شد، من دوباره شیش ماه دیگه 82 حبس کشیدم به ادامه این. بعد این 88 دیگه داستان اصلا یک دفعه مخوف شد، اصلا اون برخورده و اون چیزا همه شد قصه دیگه. و یه وضعیتی ما روبرو شدیم که همش اعمال فشار فوق العاده سنگین، و خیلی سریع به من میگفتن که دستور داده شده شما یا اعتراف میکنید و تواب میشید و یا میکشونیمتون بالا. من که اینقدر دیگه حالم بد بود گفتم کاش که میکشونن بالا، یعنی اینقدر دوره سخته. بخوا این دوره سخت که حالا گذشت و بعدم دوباره تبعید زندان رجایی شهر و اونجا از اینجا به اونجا از این سوراخ به اون سوراخ تا اون داستان تبعید وجود داره. خب تبعیدم ما دیگه دوره زندانم تموم شد سال 94 که مثلا فضا داشته کم کم از اون حالت امنیتش خارج میشه و انتظار داشتیم بگن برو خونتون، یک هفته بعدش مستقیم برید به بعدش خودتو رو معرفی کن. اونجا رئیس زندان من صحبت کردم، اونم خب منو خیلی تعویل میگرفت. رئیس زندان گفت که باشه منم صحبت میکنم که این اتفاق بیفته. بعد قرار بود این رئیس بند پیگیری کنه، دو سه بار پیگیری که یک دفعه اون بهش پرخاش کرد که این مسئله رو پیگیری نکن. چی شده بیش؟ بعد گفتن نه این بعد مستقیم از اینجا بره اونجا. برای مستقیم رفتنم اول آدمو میدادن تحویل یک جایی به اسم یگان بدرقه توی سرا آذری. بعد از اونجا چیز میکنم اون یگان بدرقه من فهمیدم رئیسش عوض شده به دلیل همین اتهامی که بهش زده بودن، اختلاس و اینا. ولی این کسی اومده بود دیگه همون روز اول میخواست جیب ما رو خالی کنه. یعنی یک وضعیت بدی اونجا به وجود اومد. خدای بزرگ. اصلا حتی فهمیده بود من چقدر پول دارم تو جیبم. یعنی تو زندان که میخوای بیایش میدونی کارتی داری اونجا باید نقدش کنی بیای. این 300 تومن توش بود. این از اون خبر داشت. بچه‌م 200 تومن دم در داده بود بهم. اینم خبر داشت و بعدم دیدم اصلا خیلی رسمن وضع خیلی خرابی. بعد اونجا مینداختنه توی سلولی که چه امکاناتی نداشت. بعد میگفتن که خب شما حالا با هزینه خودتون میخواید برید یا ما ببریم. خب همه میگفتن شما ببرید. خب شما ببرید که این ممکن بود یک هفته دو هفته اینجا نگه دارن، بعد ماشینی پیدا میشد. بعد تو ماشینم این مأموره گفت ببین توی نامه نوشته این چشمبند بزنید، دستبند بزنید، پابندم بزنید، بندازینش پشت این وانتای چیزی، از همینجا تا خود گناهبادم گاز بدید، یک جا متوقف نشید. دروغ میگفت، من متوجه بودم، میخواست بگه که من میدونستم داستان چیه. بعد اونجا نهایتاً ببین زندانی ها را آنچنان چیز میکنم که بگید که خب با هزینه خودمون، هزینه خودمونم خب اونا مأموراشون ماشین دارن، هر کیلومتر 200 تومن اون موقع پول هنگفتی. خلاصه نمیخوام حالت بازش کنم چون هنوز به تاریخ نپیوسته اون بخش از ماجرا. واقعا ما تقریبا تا رسیدیم اونجا حدود 2 میلیون هزینه رو دوشمون گذاشته شد. بله بله به انواع مختلف. و اگر چیز بود همون از اعتراض رو ممکنه بکنن دیگه تو رو، مثلا چون تعداد از این بچه های تبریز که تو زندان ما بودند اونا بردنشون تبریز، دوباره درخواست کرده که شون برگشت. گفتیم چجوری بردنتون؟ گفتیم اگر خواستن با مال خودتون برید بگید باشه، چون اون صورتی که اونا ببرن بیچاره میکنه آدم. گفتیم ما رد چشمامون بستن، هم دستبند و پابند تا تبریز به این حالت ما رو بردن. بعد تو رو هم برام که ساندویچ اینا بخوریم چقدر بیچارگی کشیدیم و اینا. ولی وقتی پول خورده من نهایتش با قطار رفتم، ولی هزینش سنگین بود بالاخره.